خب سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال گپ اسپورت، جایی که توش فقط در مورد فوتبال صحبت میکنیم و توی این ویدیو میخوایم در مورد کیلیان امباپه صحبت کنیم. حتما دیگه تا الان متوجه شدین دیشب بود که باشگاه پاریس سن ژرمن رسما اعلام کرد که امباپه از تور ژاپنشون که برای پیشفصل بود حذف شده. حالا این به چه معنیه؟ پاریس سن ژرمن رسما به بقیه تیم‌ها گفته که آقا امباپه برای فروشه، هر کسی که میخوادتش بسم الله، ما حاضر به مذاکره با شما ایم. اما چی شد که داستان به اینجا کشید و پاریس سن ژرمن دیگه قطع امید از امباپه؟ خب حتما یادتون است دو فصل پیش بود که در آستانه پیوستن به رئال مادرید بود کیلیان امباپه. اما اون زمان ها پاریس سن ژرمن خیلی مصر بود که قرارداد ایشون رو تمدید کنه، که همین اتفاق هم افتاد با اینکه رئال مادرید با یه پیشنهاد خیلی هنگفتی اومده و سر میز مذاکره، ولی ناصر خلاف گفتش که من میخوام با امباپه تمدید کنم و همین کار رو هم کرد. پی اس جی با امباپه قرارداد 3 ساله بست و خب دو فصل از اون 3 سال گذشت. امسال اگه قرارداد امباپه تموم میشد، امباپه میتونست به صورت رایگان به هر که می‌خواست بره. خب مطمئنا پاریس سن ژرمن هم نمی‌خواست این اتفاق بیفته. به امباپه یه پیام دادن، گفتن که آقا تکلیفتو روشن کن. اگه می‌خوای بمونی بهمون بگو، اگه هم نمی‌خوای همین امسال باید به فروش بری، چون ما نمی‌خوایم رایگان تو رو از دست بدیم. اما مثل اینکه کیلیان امباپه توجهی به این پیام‌های پی اس جی نکرد و صبر سن پی اس جی هم تموم شد و گفتن که نام امباپه از پیشفصل حذف شده. حالا چرا امباپه جواب پاریسیا رو نمی‌داده؟ همون موقعی که قراردادش رو با پی اس جی تمدید کرده بود امباپه، یه بندی پی اس جی توی قراردادشون گذاشته بود. اون هم این بود که اگه امباپه فصل سوم رو با پاریس سن ژرمن شروع کنه، باشگاه پاریس موظفه که 100 میلیون یورو جیرینگی به عنوان پاداش وفاداری به امباپه پرداخت کنه. و به همین دلیل بود که امباپه تمایلی نداشت امسال از پی اس جی جدا بشه. بعضیا گفته بودن که هدف امباپه اینه که امسال توی پی اس جی بمونه، اون 100 میلیون یورو پاداش رو بگیره و وقتی هم که به صورت رایگان میخواست بره به یه تیم دیگه ای، یه پاداشی هم از اون تیمه بگیره. یعنی کارکشته بازی مطلق. اما خب حالا که امباپه توی لیست فروش پی اس جی قرار گرفته، چه تیم‌های خواهانش هستن؟ ببینید همین الان که من دارم ویدیو رو میگیرم، طبق آخرین اخبار 3 تا احتمال مطرح شده. اولیش اینه که امباپه به لیگ عربستان بره، که خب میدونید عربستان یه پروژه خیلی عظیمی رو پیش گرفته، ستاره‌های خیلی زیادی داره میاره توی لیگش و اینکه امباپه هم بره به لیگ عربستان میتونه یه بمب خیلی بزرگ باشه. رسانه‌های عربی گفتن که یه باشگاه عربستانی که احتمالاً الهلاله، یه پیشنهاد نزدیک به 1 میلیارد یورو برای امباپه تدارک دیده و مثل اینکه عربستانی یه قولی هم میخوان به امباپه بدن که این میتونه یکم امباپه رو قلقلک بده که به عربستان مهاجرت کنه. مثل اینکه این قراردادی که عربستانی‌ها میخوان به امباپه پیشنهاد بدن 2 سال است و اگه امباپه فقط یه سال اونجا بازی کنه، میتونه به راحتی به هر تیمی که خواست بره. یعنی اون باشگاه عربستانی عین پی اس جی سنگ‌اندازی نمی‌کنه بخواد بره به یه تیم دیگه امباپه. و خب شما فکر کن یه سال بری عربستان، کلی پول در بیاری، بعد سال بعدش به راحتی هر تیمی که خواستی بری. این واقعا میتونه قلقلک دهنده باشه. حالا احتمال دومی که مطرح میشه لیگ جزیره است. همین چند وقت پیش بود رسانه انگلیسی گفتن که لیورپول و یورگن کلوپ به دنبال جذب امباپه. و خب اولش واقعی به نظر نمی رسید این خبر، ولی بعدا متوجه شدیم که مثل اینکه سن لیورپول واقعا یه پرسجوی در مورد امباپه داشتن و حتی بعضیا گفتن که اصلا لیورپول تدارک یه پیشنهاد 200 میلیون پوندی رو دیده واسه امباپه. و جدیدترین احتمالی هم که از لیگ جزیره داده شده چلسیه، که خب آقای تاتبولی نشون داده که واقعا هیچی ازش بعید نیست. ولی یه موضوعی که میتونه یکم شک برانگیز باشه برای اینکه چلسی بخواد امباپه رو بگیره اینه که چلسی سال پیش خیلی خرج کرد و به خاطر بحث فرپلی مالی و اون بحث توازن خرید و فروش، امسال فروش‌های زیادی داشت تا اون جریمه‌های فرپلی مالی یقه چلسی رو نگیره. حالا اینکه اونا دوباره بیان نزدیک 200 میلیون پوند هزینه کنن واسه امباپه، دوباره همه اون توازن رو به هم می‌ریزه و از این نظر منطقی نیست واقعا که بخواد تاتبولی و چلسی پیشقدم بشه برای جذب امباپه. محتمل‌ترین احتمال چه جمله؟ اما آخرین احتمال چی؟ اما آخرین و محتمل ترین حالت رئال مادرید. رئال مادرید و پرزی که خب گفتیم دو فصل پیش واقعا فاصله نداشتن تا جذب امباپه، که خب اون موقع نشد که این اتفاق بیفته، ولی الان دوباره رئال شانس خیلی بالایی داره برای اینکه امباپه رو جذب کنه. خب در حال حاضر رئال مادرید شماره 9 کم داره. اونا این تابستون بنزما رو فروختن به عربستانیا و الان اون ترکیب 4-3-3 خوشگل آنجلوتی مهاجم نوکی مثل بنزما کم داره و کی بهتر از کیلیان امباپه؟ کسی که حتی به نظر من میتونه بهتر از بنزما
اون وظایفی رو که باید انجام بده. اما از یه طرف دیگه هم بحثی که هستش، من دیدم چند تا از هواداری رئال مادرید نگران اینن که مثلا نکنه امباپه همونجوری که پی اس جی قال گذاشت مثلا بهشون بی‌معرفتی کرد و اینا، برای ما هم همون ادعا رو در نیاره. منظور فهوای کلامشون این بود که امباپه به پختگی لازم نرسیده که بیاد به بزرگترین تیم اروپا. ولی خب نظر شخصی خود من اینه که ببینید، پرز اولین بارش نیست که با یه همچین فوق ستاره‌ای سر و کله میزنه. پرز کسی بود که اولین تیم کهکشانی رئال، حالا اولیش که نه ولی چندمین تیم کهکشانی رئال با امثال فیگو و زیدان و نازاریو و بکام و اینا رو جمع کرد. بعد از اون نسل طلای امثال کریستیانو رونالدو و بنزما و آلونسو و اوزیل و این چیزا. و مطمئنا اگه یه مدیریت درست بالا سر تیم باشه، یه بازیکن و یک شخص نمیتونن تیم رو به هم بریزن. و خب دیگه لازم هم نیست من بخوام در مورد خوب بودن پرز و مدیریت ورزشی و این چیزا صحبت کنم. پس از هر لحاظ که حساب کنی، به نظر من انتقال امباپه به رئال مادرید میتونه انتقال خیلی رویایی برای این تیم و هوادارش باشه. ولی خب باید صبر کنیم ببینیم که آیا بالاخره امباپه و رئال به هم میرسن یا نه. خب بچه‌ها این بود از ویدیو امروز. خیلی دمتون گرم که تا اینجا ویدیو ما رو تماشا کردین. اگه از ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که حتما لایکش کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو بپشارید و حتما نظرات خودتون رو در این رابطه واسه من کامنت کنین که ما هم دیگه در موردش بحث کنیم. یه بار دیگه هم دمتون گرم، تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.